توی پلاک توی خونه دو تا یا سه تا خانواده باشه اشکال نداره. ما به هر خانواده یک بسته 50 تایی از ماسکای اهدایی داریم هدیه میدیم. خب پس یه ردیف براش پر میکنیم. در راسته تن آمن سلامت، ولی این دفعه دیگه داریم این سراغ خانواده محروم که بهش ماسک بدیم. ولی میره زهر شمس‌آباد اینا چی داریم؟ سبد غذایی هم همراه شوزی میکنیم. آجرپزی. آره کره آجرپزی سبد غذایی هست، ماسک هم هست، اونجا هم زهر داریم. شبم ساعت 6 داریم میریم گرمخونه زنان، این سبزش به بچه ها میدیم. همه هم داوطلب هم اینه که میخواد توضیح کنه که آقا توی خیابونی به خونه ها که میدین شکلی در میزن این شکلی میدین. چیزا کجاست؟ ماسکا هم اینجاست. ماسکا هم اینجاست. سرتیما مشخص. همه چیز الان. الان بود دارم آموزش میدم. در ادامه اجرای طرح آمنین سلامت، ما یکی از موضوعاتی که داریم که در بعضی از مناطق حاشیه و کم برخوردار یه رسالتی داریم که ما به مردم اونجا ماسک برسونیم. خب تهیه ماسک خودش یک اعتبار و هزینه میرسه. که حالا میگه ماسک که حدود 220 هزار ماسکی که اختصاصا هم از منابع سازمان ملل به جمعیت هلال احمر اختصاص پیدا کرده بود، امروز هرش شروع کردیم که در منطقه هرندی امروز صبح هستیم، بعد منطقه شمس‌آباد که حالا من مربوط به کوره بسخونهای تهرانم و همچنین مجموعه‌ای که در مورد نقاهتگاه شهرداری تهران هست. امروز ما این فرایند و این طرح رو شروع کردیم که انشالله بتونیم با توزیع ما سطح ایمنی این بزرگوارانی که دچار محرومیت هستن انشالله ارتقا بدیم. سلام، لطفا با کارت ملیتون تشریف بیارید دم در برای گرفتن ماکس. سلام، پرویز چی؟ پرویز اسم پدرش فامیلیش. فامیلیش. برای بچه‌ها هم استفاده. آره، اینا دارن. حتما دستشون با آب و صابون بشه. اولین باره که برای توزیع ماسک اومدن. بله. جاهای دیگه نیومده بودن، شهرداری یا جاهای دیگه. نخیر هیچ. درسته، خودتون از ماسک استفاده میکنید؟ بله. قبل از اجباری شدن ماسک یا نه؟ نه، قبلنم مصرف میکرد. درسته، کسی تو خونتون کرونا گرفته؟ نه خیلی. رعایت میکنیم اونجا؟ بله، صد درصد. چقدر گوش میدین اخبار و اینا رو؟ چقدر در جریان کرونا هستی؟ زیاد، محل ما هم بد نیست، خوبه هنو. میزنن، ماکس میزنن، بعضی ها میزنن، بعضی ها نمیزنن. حالا دیگه خودشون باید رعایت کنن. 5 خانواریم، 8 نفر. اوضاع استفاده از ماسک تو خونتون چجوری؟ همه استفاده میکنن؟ توی خونه استفاده نمیکنیم. تا امروز که دادن بله استفاده میکنیم. با اینکه ما قشر ضعیف هستیم تو این بهن، ولی هممون تقریبا استفاده میکنیم. بچه کوچیکا زیاد استفاده نمیکنن تو این محل. اونا را اگر بزرگتر را تشویقشون کنن شاید بیشتر. چقدر هزینه ماسکتون میشه مثلا توی یک ماه؟ من پریروز یه بسته ماسک خریدم که واقعا یعنی از قوت غذامون زدیم و خریدیم. من که خریدم 90 تومن یه بسته از این پکای ماسک بود که شما به اصطلاح دادین الان برای ما. با اینکه مولوی بازاریه که بازار عمده فروش هست و یه مقدار ارزون تر از جاهای دیگه است. درست. تا حالا توی خونه کسی کرونا گرفته مبتلا شده؟ نخیر، هم داره نخیر. اصلا مورد حتی سرماخوردگی هم نبوده. یارانه یا بستای معیشتی چقدر موثره تو خرید ماسک و اینا؟ کمکتون میکنه؟ من فقط یارانه رو دارم، بسته معیشتی نمیدونم اصلا چی هست، نگرفتم، نمیدونم چیه درست. اون اصلا چیزی خاصی نیست برای زندگی ما. ما الان اگر کمک خیری نباشه نمیدونیم باید چه کار کنیم. گاهی میان مثلا یه چیزی دم در میدن. البته خب من و پسرم کمتر میگیریم چون ما هنوز شناخته شده نیستیم، ولی خب مثلا حاج خانم اینا بیشتر بهشون رسیدگی میشه. درست. توزیع ماسک این دفعه اولی بود که براتون بسته. بله خیلی ممنون. بسته چی؟ اصلا خیلی
سلام علیکم. سلام. سلامت باشی. سیف چی تنها تو بود؟ چی تنها تو بود؟ سه، سیف، دوازده، پنج، شیش، اینطوری. بزنی ماست بزنی. جا برو بگیری. استفادهشو بزنی. آفرین. یه کلا 80 سکوند. اینا اینو چیکار می‌خوای بکنی؟ سلام. آقا جوایسی. چشمان خماره قربان شما سلامت باشید چشمان خماره شما مام بزرگ خوش آمدید خوش آمدید که خوشم آمده از آمدنه هزار جان گرانم فدای هر قدمه دست دار که نعلت و من نمیگم سلبا دست دار خدا خیره داده، خدا حفظ کنه برای بچه ها برای ما علایی نه برای چی برمون داریم پس خواهم برای ماسک آوردیم از این ماسک ها آوردیم که میری دم در بشینی ماسک بزنی خدای نکرده مریض نشی من میمیم کار خوبی میکنم تو میدر اینو که افتاده میره پندر میده ایو تو 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 قلب من